لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عيد مبارك، 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 عيد مبارك. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عید مبارکی به همه خواهران و برادران، خانواده‌های عزیز، برنامه مخصوص عید سعید فطر با مهمان عزیزمان در واقع صاحب خانه عزیز ما در اینجا بیان با هم پیش می‌بریم. شعر زیبایی از قیصر امینپور میگه که عید است و دلم خانه و ایرانه، بیا این خانه تکاندیم زبیگانه، بیا یک ما تمام مهمانت بودیم، یک روز به مهمانی این خانه بیا. امروز ما منتظر هستیم که شما مرحوم به مهمانی خانه بیاییم. مثل که ما یک ماه متواتر تلویزیون ایمان الحمدلله با خوشحالی و با تنوع برنامه های خود در ماه رمضان به خانه های شما مهمان بود. امروز انتظار داریم که شما به خانه تلویزیون ایمان به مهمانی بیاییم، که ما اینکه امیدواریم که هر خواهر و برادری که برنامه را به شکل لایف میبینن در یک ساعتی که با هم هستیم، انشاءالله سلام و عرض ادب مکرر خدمت شما داریم و برنامه را شروع میکنیم. جناب تلویزیون بیان شما تشکر از اکتر سوالی که دعوت کردیم. ما هم برنامه خود هموطنان عزیز سلام خدمتان تقدیم میکنم. از خداوند بزرگ که یک عید بسیار خوش برتان آرزو میکنم. امیدوار هستیم که نمازها و تمام زکات صدقات شما که انجام دادید مورد درباره الهی قرار بگیره. ما برنامه خود از طرف تمام کودکان اما وظیفه ای که با این شما همیشه انجام بدید و انجام دادید و خانه رو در این بار همیشه نکدور دارید و خداوند خانه های شما ایره بوده همیشه بیاره. خدا رو شکر ترینجان گل، ما شما الحمدلله برنامه ایمان لایف هم که در تلویزیون آریانا فعلا جهانی شده، خدا رو شکر استقبال زیاد شده و برخی از برنامه های دیگر هم ما انشاءالله در طول مدت، انشاءالله در صورت حمایه عزیزای ما معتبر به اروپا بسیار بیننده داریم. باور کنین از جمله کسایی که برای ما کمک مالی میفرستن از اروپا، خواهرها و برادرای ما هستن، از استرالیا هستن، از نیوزلند هستن، از حتی از داخل افغانستان، وردک و لوگر مدو تقریبا به اصطلاح اسپانسر داریم و وی برادرها و خواهرها یعنی ما را شاید یک بار یا پنج بار یا ده بار هم بیشتر ندیده باشن، ولی خدا رو شکر که مردم ما که در کانادا و امریکا ما رو میبینن و ما لازم دانستیم به احترام این مردم خود امرای تلویزیون بیان به نمایندگی از کل تلویزیون حاضر بشیم و در واقع برد تلویزیون با ایراداده که ما بیایم عید خدمت شما تبریک بگیم، با شما سلام علیکم و به صلاح همراه باشیم و به خانه های شما خوشی و شادمانی بیاریم. و خدا رو شکر کلیپ هایی که حتی ما در عید الحمدلله، ما بازم تشکر میکنم از گروپ کاری که این کلیپ های زیاد زیبای عید را آماده کردن در وقت عید با خواندن های آبل انشالله که هرچند اکثر شما از بچیت هم نقدر زیاد یاد نمیکنید، اما جوان بسیار پرکار است، بسیار مهربان است و شب و روز به اصطلاح کوشش میکنه که به تلویزیون کمک کنه. من از جوان ها و از اکثریت جوان های عزیز واقعا همکاری خوبی هم برای ما داره. این پروگرام جدید را که آغاز کردن ایمان نیوز یا پروگرام سپورت را که دارن، اینا آینده ساز امی تلویزیون اینا هستن و زمینه باید زیادتر بر از اینا مساعد شوند و ما کوشش هم میکنیم که به اصطلاح امی منجمنت هست و جوان ها بدید. من و یک سرچ میکنم تر اینجا قبل از اینکه بیایم که خود عید یا عید فطر در به اصطلاح کلام زیبا گویان یا زیبا سرایان شعرهای ما به چه شکل است. باور کنین هر شاعری بنوی در ارتباط با عید یعنی صحبتهای داره، گفتهای داره، زیبا سرایی داره و ما به عنوان یک مردمی که به زبانهای ملی خود زبان فارسی و پشتو صحبت میکنیم
یعنی گاهی وقتا همیشه آرزوی رو داشتیم. من همیشه هم یادم کردم که از شعرهای خود، از کسایی که برنامه های بخشای فرهنگی را علاقه دارن، دروازه تلویزیون همیشه باز بوده و همیشه گفتیم بیام شعرهای خود بخوانن، برنامه های فرهنگی و هنری بیشتر در تلویزیون بشه. ما باید یک تفریح سالمی برای جامعه خود واقعا ایجاد کنیم و تلویزیون ایمانی دروازه رو باز بشه. یک تعداد تصور میکنن، شما بعد بیشتر برای شما گفته باشن که شاید تلویزیون ایمان 24 ساعت گپای دینی است یا مثلا 24 ساعت علما هستن، اینم نیست. شما اگه متوجه بشین برنامه ها رو شما تنظیم میکنین و به شکل از اشکال، اگر ما در روز 2-3 برنامه دینی داریم، تقریبا ده ها فیلم و داکیومنتری و بحث های مثلا تاریخی سالم مسیر برنامه سالم بودنش بسیار مطرح بحث است. مثلا اگر ما موزیک مونده مگم چیزای سالم بده که کوشش میکنیم چیزای معلوماتی بده، داکیومنتری بده که چی به فارسی بده چی به انگلیسی بده، که این بتانن که مردم هم کمیونیتی فیلی که ما شما داریم در داخل امریکا یا در بین کانادا یا در استرالیا یا در اروپای کسایی که میبینن اینا استفاده از این که بتانن، به خاطر که یک پول بسیار هنگفت را هموطنان عزیز ما شما میدیم به کمپانی ساتلایت ما را به هوا برن، از این باید یک نتیجه گیری داشته باشیم که این پول چقدرش استفاده شده میدارن و انشالله یک کار است که ما فکر میکنم نتیجه بهتر میده. زمینی هر چیز باید مساعد باشم و به اون شکل که فکر میکنم که در تلویزیون ایمان اگر در طول 24 ساعت نگاه کنیم در این یقین کامل پیدا میکنیم که برنامه های ما بسیار متنویست، اما برنامه های بسیار سالم و خانوادگی است که از خرد خانواده تا بزرگ خانواده میتونن پروگرامه را ببینن و هیچ ناراحتی نداشته باشن به نگاه کردن از اینه. نقطه زیبا هم است که هیچ ناراحتی نداشته باشن. این وقتی که ما از خانه میبرم بفهمم که طفل ما وقتی که تلویزیون ایمان میبینه کدام صحنه ای نمیبینه که باعث اذیت بشه یا خودش یا خدا ناخواسته حرکتا، چون واقعا برای اطفال عزیز ما که خاصتا خانواده های ما خانواده های مسلمان است، اطفال ما اکثرا به مسجد میرن، درس قرآن میاموزن، برنامه خوبه مثلا اجتماعی رو شرکت میکنن. یک سوالی که همیشه مادرها برای ما متوجه ساختن میگن، خب ما وقتی که تلویزیون های، البته همه تلویزیون های برای ما عزیز است، همه برنامه های اجتماعی و مفید دارن، ولی یک چیزی که همیشه سوال برانگیز است که میگن خوب وقتی که شما میگین که مثلا کار خوب بکنیم، چرا شما در تلویزیون ها کار خوب نشان نمیدین؟ این بسیار یک سوال عمده است و ما برای پاسخگیری همین سوال کوشش کردیم که یک فضای خانوادگی بسازیم، یک فضای اجتماعی بسازیم، برنامه های مختلف و متنوع. ما اگر تا زمانی که دوستا و عزیزا بلند بیان که صحبت داشته باشن، من یک گذری به برنامه های فیلی تلویزیون میکنم که ما در روز از روز یک شنبه میریم به عقب، به اصطلاح چیزا ما برعکس یک تحول میاریم. روز یک شنبه ما خود ما یک سریال منظمی داریم به نام سریال امام حسن امام حسین که به زبان فارسی آمده شده و برای ما از طرف تلویزیون کلمه توفه داده شده و ما این منظم پخش میاریم. سریال بسیار علمی و تاریخی است که یعنی شما ده ها و صدها کتاب بخوانین معلومات کاملی که نسبت به اون شرایط مثلا یک فیلم آمده شده بر. و همچنین بعد از او شما میبینین برنامه ایمان لایف است که ما الحمدلله فعلا جهانی میکنیم که نقد گفته های ضد قرآنی ما بررسی علمی میکنیم در تلویزیون ها. و بعد از او برنامه عطر قرآن و تجوید و علوم قرآن، عجیسب تماس، عجیسب نساجان تماس، محمد جان و حمزه جان و ارجمند داشتن یک برنامه بسیار خوب که مسابقاتی که اینا داشتن، مسابقاتی که داشتن در این ماه مبارک رمضان و این مسابقات فکر میکنم فاینلش روز یکشنبه است که اینا جایزه‌اش میدن. و یک ابتکار خوبی بود که الحمدلله تلویزیون ایمان با همکاری برادر و عزیزای شما در این داشتن. بعد از او برنامه خود به اصطلاح قرآن و بایبل، استاد عطایی که از این سلام عرض میکنه خدمتشان، خدمت دکتر علی عطایی و عید مبارکی میگیم به همه خانواده های برنامه سازای ما که سلام و تقدیم میکنیم. بله بله، عید مبارکی برشان باشه. قرآن و بایبل یکی از زیباترین برنامه های مفید است، یعنی بسیار به چوکات مؤدبانه و یک بررسی بسیار علمی است. این برنامه های روز یک شنبه، روزای شنبه ما شما میبینید اکثرا ما خود پروگرام فلا رو داشتیم که در شروع برنامه بود که فعلا البته به ساعت 6 وقتش گذشته و بعد از قرآن ببخشید پروگرام سوال جواب معلم از خود مجمع معلم که در رأس استاد عبدالستار سیرت هستن و علمای مثل دکتر سب سعیدی، مولانا سب صالح، دکتر سب دانشور، قاری سب سفی الله سمدی، اینا میان هر کدومشون به نوبت روز خود سوالای مردم جواب میدن. یکی از برنامه‌های مفید آموزنده است که الحمدلله در تلویزیون است. و بعد از برنامه اسلام ان لایف دکتر یوسف شهابی که یک برنامه بسیار خوب به زبان انگلیسی است، بسیار
به اصطلاح روشن موازی به جوان ها صحبت میکنه. انشالله اگر ما بتونیم این قسمت استدیو دوم شما ما شما که جور کردن که کانسترکشن و تعمیرات ما تکمیل بشه، ما میتونیم یک میز گردی برای جوان ها بسازیم همراه استاد شابی که بشینه همراهشون گپ زنن، یک میز گرد کلانتری باشه که تنها خودشان تنها نباشن و بیشتر صحبت ها و سوال جواب ها صورت بگیره. حسن ابوبکر رو خود جوانای ما که در اینجا هستن، حامد جان و متین جان، اینا گفتن ما همراهش میشینیم، یک برنامه مفید ان شاءالله در آینده بر شما تهیه داده میشه. و همچنین ما در اینجا طبعا در وسط هر برنامه برنامه‌های متنوع دیگه هم هست، کلیپ‌های خود است و برنامه تطهیر داریم که از جناب شیر رحمانی سبست در روز شنبه میباشه و بعد از هم برنامه دکتر سب کمالی است، عزیز کمالی، طب و زندگی، که یک برنامه برای اکثر خانواده های قدر استقبال قرار میگیره و مفیدیت داره و مطالبی که تقریبا ما در هر روز شنبه و یکشنبه داریم تقریبا مطالب هم علمی است، هم مفید است و هم آموزنده است. و در روزهای دیگر هفته که البته شما بازم تکرار میکنم، در روز جمعه ما البته در این جیب شروعش قبلا فیلم حضرت عمر فاروق داشتیم به زبان انگلیسی تا آماده شدن زبان فارسیش، ما فعلا در پلو از او یک سریال از ابو علی سینا را پخش میکردن که او هم به زبان دری بود با. که جایش گرفته بود. و همچنین بعد از او دکتر سب نیازی یا دکتر سب سیدی خود با این نماز جمع میدن، برنامه بسیار مفید است که مردم همه واقعا استقبال کردن. و در بعد از ایمان بازار هم ما یک بخش نیم ساعتی ایمان بازار دارن که در هفته یک نیم ساعت در هر روز یک سه چهار بار پخش میگرده، کسایی که میخوان قرآن قلم و بعضی مطالب و موضوعات رو خریداری کنن، این برنامه بسیار خوب است برایشان که هم یک کمکی برای تلویزیون میشه، هم به اصطلاح یک پرادکت خوب در تلویزیون پخش میشه. پروگرام استاد محب است سیرت النبی به زبان پشتو که الحمدلله برنامه زبان پشتو ما هم شروع شده که از روز جمعه میباشه. و بعد از هم یوت کارنر داشتیم که یوت کارنر به خاطر مسائل درسی خود برای یک مدتی نیستن و سلام میگیم به خانوادهشان، برای ارجمندای عزیز خود که انشالله بیان برنامه خود دوباره در روز جمعه شروع کنن. و برنامه حج 2013 یا منبر داریم که الحمدلله سوالای دینی شما در جواب داده میشه. و سه چهار روز دیگه باز انشالله یک درک بری که بیشتر بگیم که شما نشه که شما نشسته باشید. چرا جالب است سبین تا بفهمم چرا بسیار مشکل است هر روز دادن نمیدونن در پشت تلویزیون های خود پشنه و برنامه رو نگاه کنن که چی است. یک چیزی که ما کمبوتی داریم که البته نقص از شخص خود مستم گیره برتان ادراک کنم که ما باید برنامه ما هر روز در این صفحه تیوی باید داره که چی برنامه هاست و در این قسمت کمک تنبلی خودم هم کردیم شما سفرم بودیم دیگه سفرم بودیم تغییر میکنده یا ما باید روزانه بتنیم کمی پخش کنیم برنامه‌ای که مردم رو با من کدام برنامه کدام روز پخش میشه. بله. ان شاءالله در این مسائل تکنیکی شو آدم میتیم که اینا آستا آستا ان شاءالله این مشکل رو بشه. همون دوست خدا باید داره. آره بله بله. البته اینا هم بازم برمیگرده که گرفتاری ها و مسئولیت های شما دارین، ما دارین، گروپ کاری ما و شما. چیزی جالب که داریم بیرون عزیز بازم من تکرار براتون میکنم، اعلانات فوتی است که تلویزیون ایمان ابتکار کرده که ما هیچ نوع پول دریافت نمی‌کنیم از اعلانات فوتی، که یک چیز بسیار مهم است و یک چیز به نظر ما بسیار مهم است از نگاه اسلامی ما و شما که در روزهایی که یک کسی که دستش به غصه دوچار است باید ما حداقل یک مرهم گذاشته بتونیم و یک اعلان جز از بیکار است ما می‌خواهیم انجام بدیم. هر دوست عزیزی که یک حادثه اتفاق می‌افته هر لحظه که خواسته باشن به تلویزیون ایمان به دفتر زنگ بزنن، اعلانات شما به طور رایگان به طور مرتب پخش میشه که از هیچ وقت شما بله مشکل نخواهد داشت. بله انشاءالله میشه. و همچنین اعلانات مساجد، مراکز اسلامی، انجمنها، انجمن های شعر و ادب، انجمن های عرفانی، و ما واقعا اینا را همیشه باز گذاشتیم و میخواییم که انشاءالله در این باشه. و ما یک شعرم به میوسط بخونم، میگه رسید اید و زمان ماه روزه کرد گذر. من شاید شیرخان خوبی نباشم ولی به هر حال لگان کلیپا رو گاهی میخوانم. رسید اید و زمان ماه روزه کرد گذر، ودا باید کردش که کرد رای سفر. به ما مقدمه اید فر خجسته رسید، به ما مقدمه اید فر خجسته رسید، براند روزه فرخنده ساقه شکر. نمیفهم براند روزه فرخنده ساقه شکر. برفت زود ز نزدیک ما و نیست شگفت، که زود رود آن چیز که کو گرامی تر باد،
یعنی روزه چون بسیار گرامی بود بسیار زود از پیش ما رفت. اشعار است که ما در اینترنت گاهی میبینم، اشعار که راجع به عید است و الحمدلله مردم ما سلیقه شعری دارن، علاقه دارن شعرهایی که در اینترنت باشه. خود باری باید صحبت کنیم دکتر صاحب، معذرت نمیخوایم. من تا خوب است که از دیگه قسمت کارهای شما رو ببینن که در مسائل اسلامی نیست شما نگاهی من صحبت میکنید، باید سر هر مسائل باید صحبت شود. دیگه بینندگان عزیز، لاینا باز است، هر گفتنی که دارین، هر پیشنهادی که دارین، هر قصه ای که دارین، خاطرات دارین از مسائل ایدیا میتونین امرای ما شریک شوید. من فکر میکنم که امروز این برنامه خودمانی کاملا اید از مسائل اسلامی، مسائل از این که سوالات جوابات داده شد امروز نیست، اما چیز است ما میخواییم که شما هم بشنویم، چرا از طریق شما ما میتونیم که بسیاری مسائل ما رای حل برش پیدا کنیم، اما نواقصی که با ما وجود داره ما از او یاد بگیریم و بتانیم که بودن سال آینده یا آینده بستن، ماهای آینده بتانیم بودن خوبتر بسازیم. مولانا زیبا شعر داره راجع به عید، شاید شما نشیده باشید که مولانا هم به عید شعر گفته سب آه. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. ببینید مولانا هر چیزی که نگاه میکنه از دیدگاه عشق که داره واقعا آه. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد، بر تو ای ماه آسمان و زمین تا به هفت آسمان مبارک باد. عید آمد به کف نشان وصال، عاشقان این نشان مبارک باد. روز مکشای جز به قند لبش، سبحان الله چی میکسه ما رو افتار روزی ما رو گفتی مردم عید ساخت. روز مکشای جز به قند لبش، قند او در دهان مبارک باد. عید آمد که این بر حال دیگه سبک رو روحان شعرش صدات خوانده نمیشه، بر حال معذرت ما رو بگوشید. بله. بگذشت مه روزه عید آمد و عید آمد، بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد. آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد، معشوق تو عاشق شد شیخ تو مرید آمد. شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد، شد سنگ و گوهر آمد، شد قفل و کلید آمد. جان از تن آلوده هم پاک به پاکی رفت، هرچند چو خورشیدی بر پاک و پلید آمد. از لذت جام تو دل مانده به دام تو، جان تیز چو واقف شد او نیز دوید آمد. پس تو به شایسته بر سنگ تو بشکسته، والا سخت شعر ما رو، بس تو به شایسته بر سنگ تو بشکسته، بس زاهد و بس عابد کو خرقه درید آمد. دیگه بقیش به آخرش است. نومید مشو گرچه مریم بشود از دستت، نومید مشو گرچه مریم بشود از دستت. کانتور که عیسی را بر چرخ کشید آمد. ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو، آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد. بله شعر مولانا کم سخت است خواندنش، معنا کردنش. چیزی که میتونم بله در زبان باید نایف است در خدمتشان هستیم. شعر میتونیم قرائت کنیم. خب زمانی که چیز بشه ما یک چند برنامه دیگر هم بخونیم که بعد دوستان مشکل پنج شنبه اومد. بله پنج شنبه ما البته یک چیزی که شما خیلی بینید زحمت کشیدین که ما هر روز ساعت‌ها یک فیکس ما خبرار داریم، یعنی برای یک نیم ساعت خبرای یا خبرای خود تلوره داریم یا خبرای وایس اف امریکاست. بالاخره خبر از طریق تلویزیون برای مردم هر روز ساعت‌ها یک میرسونه که تکرارش ساعت‌های نو پخش می‌گرده. و بعد از او اسلام این ساینس است، دکتر نادر صدیقی برنامه بسیار علمی خوب است که بعد از برنامه عمر سروری است که به نام میراث فرهنگی برنامه بسیار خوبی ماست. بعد دینشو که به زبان انگلیسی دینشو واقعا کلیپای جالب و زیبایی داره که بیشتر به جوانا و نوجوانای ما به زبان انگلیسی این مسائلی که در جامعه غرب و امریکا اینا بررسی میکنن، علما میشینن، بسیار یک برنامه. بعد از او هم طبعا فیلمای فارسی به زبان فیلم‌های افغانی، فیلم‌های ایرانی، فیلم‌های ترکی داریم بسیار زیبا که هر هفته یک بار دو بار فیلم‌های خود پخش می‌کنیم و همه قسم برنامه دیگری به نام مردمی که به اسلام آمدند، کنورشنز، یعنی کسایی که به اصطلاح داخل اسلام شدند که کنورت شدن به اسلام، اونا را به اصطلاح توسط یک جوان مکزیکویی که به نام خودش کنورت شده. بله
او میای برنامه رو صحبت میکنه، مهمان میاره، بسیار مفید است برای جوانان و عزیزای ما برنامه. و برنامه امام طه حمید است که ساعت روزای پنجشنبه می داشته باشیم که انشالله بعد از برنامه امروز این برنامه امام طه. و همچنین سریال سلطان صلاح الدین ایوبی که تقریبا ما هر پنجشنبه داریم، شاید امروز نباشه چون مسئله عید بود، ولی هر روز پنجشنبه یک بخش از سریال سلطان صلاح الدین ایوبی است. روزای چهارشنبه طبعا باز هم ما شروع هر برنامه ما با قرآن کریم و با حدیث و با آیات قرآن کریم است، با ترجمه دری یا پشتو یا انگلیسی که داشته باشیم. بعد از او هم فیلم ترکی می داشته باشیم بعد از خبرها اینا. و همین قسم برنامه توحید و سنت از دکتر روان دکتر شکور فرهادی است که هر روز چهارشنبه پخش میگرده. برنامه که از نیویورک به شکل لایف پخش میگرده، امام محمد اکبر شیرزاد به نام در پرتو ایمان، روزای چهارشنبه است. و در پلو از او بعد از او برنامه عاشقان عارفان از جلال جان و وایزی است که شما هر روز روز چهارشنبه میبینید. روز سه‌شنبه هم برنامه های متنوعی داریم که در پلوی خبرها و آیات قرآن کریم این حرفا که هست، شناخت حدیث از مولانا سبد القدوس سالس و یا برخی از علمای که از تلویزیون کلمه هستن کلیپ هاشون پخش میگرده. و همچنین عبادت برنامه پشتوس به زبان پشتو، عبادات در اسلام که از پوهان محب سیب است. و همچنین بعد از او از استاد حسین خیل برنامه داریم که به نام دفاع از حدیث است. بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و خدمت شما عرض می‌داریم. خواهر عزیز میر شما مبارک باشه. خدا شما رو سلامت داشته باشه. بفرمایید. خیلی ببینیم. تمام رمضان شما چقدر زحمت کشیدید. این برنامه هایی که نفت میکردین ای عملی زحمت کار داشت، چند سال روزه دار میششتیم. خداوند الهی عجرش بده و من گویی ما میتر انشاءالله دیگه الهی دیده خوش داشته باشین با فامیلای تار. و من هم میفهمم که برای مسلمان ها همه کش خود تبریک میگیم، برای علاقه مذهبا تبریک گفتن شما یا نه سید؟ به تبریک بگین که انشالله اونا هم خداوند راهی 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 در بردشون بگیم تبریکتون بگیم بگیم ما غلط کده بودیم انشالله این راهی راست همین دوباره میکنیم برشون خداوند لطف کنه، خداوند ادایتشون کنه. دیگه علاقه مذهب یک وقت نمیفهمیدون که چی هست چی نمیگن. اون تو دلیل خود است و یا اون دلیل خود عیسایی موسیقی کلش دلیل خود است. ما حال یک دادگر متوجه شدم بلکه مذاب به حال ممکس نمیگن که میگه که اون دو هم مومن است و عیسایی هم مومن است و اما تو رو باشه دکتر رکنم دیگه تقریبا اون معنا رو میده. معنایی که شما خانوما به وجود میارین خیلی قوی تر از معنای ما مراسته، چرا شما دقیقتر و ظریفتر میتونیم مسائل رو به صلاح درک کنیم. و خواهرای ما واقعا نمو ظرافت هم گفتار دارن هم ظرافت به صلاح. به همین خاطر هم سلیقه کار شما از ما بیشتر است، ما اعتراف میکنیم همون به تیبیتری نامش ما نمیسه. خیلی باشه وقتتون رو نگیرم. زنده باشه. زنده باشه. میتونیم صحبت کنیم کدام گفتنی دارید صحبت داریم راجع به خود مسائل عید. شما خود الحمدلله یک تجربه داریم به عنوان یعنی یک خواهر عزیز ما که در خدمت جامعه هستین. شما در افغانستان هم طبعا خاطراتی داریم دیگه، اینطور نیست که نداشته باشیم. ما هنوز شاید به اینجی یاد ما رفته باشه یا کمکی کدام این خاطرات بسیار مخصوصا بعد وقت یکی خود در افغانستان توپ میدادن که این چه دیارو داشت. بله بعدن باز دفتن در نفس روز این توپا زده میشد که یک وجه روز میبود که این رمضان از بوزه و بگه دامه ایتانو بوشه این روزه بگیریم. این از خاطرات روزه همچنان در اما تو ایران میشد. بله اینکه ما تا بنا میدیرن و باز تا که ما دیده میشد و در نفس روز هم دیگه خاطره خودم همیشه یادم میاد یا اینا میگفتن یک دکان نزدیک خانه ما بود بازی بود لاتری بود یک سامانک های بازی مانده بود همین تمام پیسه ما میرفتم که لاتری رو بخرم که اگه میشه ترک برای واقعا یک شوق عجیبی امی اطفالی که در سنین خرد هستن در روز عید برشان یک تحفه که داده میشن یک چند دلار که میدین امی خودش یک رسم بسیار خوب هست. شما چطور میدونیم که عید به اصطلاح بهتر تجدید کنیم در کمیونیته افغانی و خصوص در اینجا؟ بهتر تجدید نمیشه که در تمام مساجد بله تحفه ساخته شود. حالتا یک مسجد کلان و خویو امی دخترم دیگاه که شروع نکردن فل تمام خودش تحفه را برده و تفلا خودش بسته کردن که تفامیلی کار کردن تا صبح حال نکردن در تفلا تحفه داده شود ایدی داده شود
لباس نو گرفته شوه وقتی که یعقوب آمد که ما از خود مسلمان ها ایدو ایدو جشن داده خوشی بازه در اقصی کرسنه تو داخل خانه نمی کنه آفره میفهم چه میفهم ایدی بسیار... داره داشتن و مدر و مادر ها باید لباس نو برشن بگیرن این خوشی ده بسیار بسیار خوب تجلیل کنن یا لذت ببرن که باز طرف کرسنه نروند بسیار بجا بسیار نظر خوبی است و ما در مسجد ابراهیم خلیل الله چندین سال است امیر داریم خواهر ما خدا حفظش کنه خانم ابتکار خانم انجینر سب کبیر بسیار یک خواهر مؤمنه است و خانوادهش بسیار باور کنیم از پول خود و امرا یک چند خواهر دیگر که اینا زحمت میکشن بسته بندی میکنن هر سال برای اطفال ما امسال تقریبا 200 تحفه برای اطفال داشتیم هم برای دخترها هم برای بچه‌ها بله و تحفه خود ایمان را فراموش نکنین که تلویزیون ایمان یک ایت کارت بسیار زیبای امسال بر کل مساجد روان کرد و به برادرها و خواهرای ما و پست روان شده یک ایت کارت بسیار زیبای جوانای ما واقعا تهیه دیدن و ای چاپ شده در چندین هزار دانه و به عنوان ایت کارت داده شده همراه یک مقدار تصویر هایی که ما از مکه آورده بودیم برای خواهرها و برادرای خود تحفه دادیم یعنی امروز در پیش مسجد الحمدلله یعنی ما هم همین نظر شما رو ان شاء الله زنده ساختیم خدا خیرتون بده چقدر زیبا گفتید یک نظر دیگه باید مسجدان می کنم که می افتاد برشان در مداخل مسجد اگر تلگرام می خواهد تمام این تجلیل شما بابدید یک روز ویکنده یک چیز بسیار تفلو از اینجای می کنن لذت می برن هیچ و یاد شان نمیده اید و مسجد و یا یک پارتی بگیرم که خارج از مسجد اگر باشد بنام اید پارتی بگیرم این نظر من خواسته خدا برکت بده چه خوبه بیترین چیز هم ایست که در پارک ها جمع شوند اگر مساجد همه دست به هم بتن یک کمیونیتی بسیار کلان شوند در داخل یکی از پارک ها همین ایده تجلیل کنند که مردم بتنند حتی موجه به نماز خودم بخونن و بارز و اطفال مشروع بازی بیا می شوند غرفه های نان باشد مردم که کار شده به مسلمان ها حتی بادزی هم میشه که بگیره نمیده هیت پارتی اطفال بیارین هر مسجد جدا یا یک جای به هر شکل که میشه خدای اتفاق اتفاق بیاره بین افغانان که تمام مساجد یک جای شوند خواهد چی بتر و کمک مشکل هم شده در مساجد باور کنیم پارکینگ لات و امی رفت آمد هم کمک چون چندین جا گرفته میشه واقعا کمی سخت شده ولی داینده انشالله امی کار صورت خواهد گرفت لاقل گفته شما یک ایت پارتی بعد از نماز عید داشته باشم در یک از پارکایی که در این منطقه ما شما ماشاءالله 30000 افغان است این کار اگه گرفته شه خوب نظر است خدا برکت بده بلکه امی نظر هم بشنون و در سال آینده یک ایت پارتی بزرگ برای افغانای خود برای فرزبانا برای مسلمانا در اینجی برای کل مسلمانا گرفته شه انشالله امی از آخر شما دعا کنیم امام خدا امی علا چرمز آبهار اگر که ایلوز کنیم که ندایم انشالله انشالله خدا حافظ تو زنده باشیم خدا بکر بسیار تشکر لطف کردین زنده باشیم بسیار تشکر خدا حافظ شما خواهر عزیز ما واقعا نظرات خوب دارن راستی هم بعد آقای بیان که ما باید امی ایدر تا که امکان داره در ذهن و فکر اطفال و نوجوانای خود بعد زنده بسازیم حتی اینا رو موقع بدیم که اینا بیان مثلا در روز عید کار کنن مصروف بشن تحفه بدن چای تقسیم یعنی این به خاطر از اینکه به عنوان یک خاطره از اینا بمونه و از طرف دیگه همین رسم و رواج هایی که در گذشته بوده مثل اینکه کارت تبریک روان میکردن یا تحفه روان میکردن یا اینکه مثلا خود تماس گرفتن ها ولو که با یک کسی قهر هستن ناراحت هستیم باید تماس بگیریم لاقل روز عید همین روز برای همه خوش بسازیم سم. و برای می اطفال که یک چند روپی داده شه مثلا فرق نمی کنه 20 50 100 هر مقدار افغانستان و قدر زیاد دیدی بسیار زیاد در نمی گیره شاید یک ده افغانی یا 5 افغانی کنه او خاطرش تا امروز امرای ما من باور کنیم یک مامای خود ما از همه بیشتر دوست داشتیم خاص به خاطر از اینکه میام برای هر کدوم ما یک افغانی بیسلا یک افغانی افغانیای کاغذی بود نمیفهمم شما میاتن می نوشته شما جوان ترسین از ما یا باور کنیم همو یک افغانی رو هیچ وقت ما همیشه آرزو میکردیم که چی وقت باشه این ماما رو ببینیم که به اصطلاح برای ما هم مثلا تحفه ایده بده و بعد دیگه ماما رو بیشتر دوست داشتیم چون همی کار رو انجام میداد بسیار متواتر انجام میداد و رسی کار رو بعد در فامیلا بکنن من طرفدار هستم که حتی اگر شما به خانه کسی حتی میرین میمانی ولو که فامیل میشناسیم نمیشناسیم مادر پدرش اجازه بگیرین که مثلا من و تفلک شما یک 20 دلار یک 5 دلار یک 20 یورو مثلا میخوایم ایدی بدم یعنی ایره به عنوان یک چیز ولو که تفل شاید بگه نمیخوایم یا چطور شده نه بعد داده شه که برش به سال تشویق بشه که برای خود یا گم میخره یا برای خود یک شیرینی میخره کاندی میخره مثل خواهر ما میگه که میرن میخواستن یک شترک پلاستیکی رو بخرن نمیشد خو یعنی مسائل است راست میگن و این بسیار یک خاطره است که بعد ما بعد فال و برای ارجمندای خود زنده نگه داریم من تا یک قسمت دیگه که باز برادرای ما خواهرای ما رو ملامت نکنن
ما یک برنامه که فراموش کردم، برنامه خانم عبدالی، سنایی جان عبدالی، که هم برنامه برای دخترای جوان و خواهرای جوان ما بود که انشالله از این بعد دوباره شروع میگرده در وقت خود. و در یه هفته همراه شما یک فندزیگ هم داشتن بودن، خواهر ما از برکلی آمده بودن، بود برنامهشان برنامه بسیار خوبی بود که به اصطلاح به زبان انگلیسی داشتن که انشالله دوباره میباشه. تشکر میکنیم از اینا و خانوادهشان. برنامه های روزای سه‌شنبه ما تا اینجا رسیدیم که بعد از اون طبعا ما کلیپ های از ذاکر نایک یا از دکتر هارون از این اکثر علما داریم و احمد دیداد به زبان انگلیسی و برنامه دکتر داوود استاد حسین خیلی گفتم که برنامه دفاع از حدیث دارند روزای سه‌شنبه و دکتر داوود نسیمی هم ایمان و تقوا برنامهشان است و جناب پروفسور استاد عبدالستار سیرت سلسله برنامه های سیرت النبی شان است که انشالله بعد از این ای تکمیل میشه و عنوان یک پکیج برای شما داده میشه و فرستاده میشه که انشالله تشریف بیارن و سه چهار بخشش که مانده تکمیل بشه. و در روزهای سه‌شنبه برنامه های بود. در روزهای دوشنبه هم طبعا بعد از آیات قرآن و مسائل احادیث و اینا و خبرها طبعا ما کارتون داریم، کارتون های اسلامی که برای اطفال است به زبان انگلیسی، به زبان دری و پشتو اینها. بعد از هم ما سلسله فیلم های اسلامی که به نام حضرت یوسف یا مریم مقدس یا فیلم سریال اصحاب کف اینا را چون چندین بخش دارم ما به شکل متواتر همیشه پخش کردیم که حالا تقریبا بخش حضرت یوسف و حضرت مریم خلاص شد. از این هفته انشالله مو اصحاب کف شاید انشالله شروع کنیم به عنوان یک سلسله. و قصص قرآن از دکتر سب عبدالله سعیدی است که به نام ایمان و عقیده قبلا یک سلسله برنامه‌ای داشتن و سلسله خلاص شد. قصص قرآن بسیار جالب است و خدا سلامتش باشه جناب دکتر سب، خانوادهشان عید برشان تبریک میگم از کانال تلویزیون. و ما فراموش نکنم که در همین روز دوشنبه ما از ببخشید برنامه استاد حسین خیل به جای سه‌شنبه در روز دوشنبه است. ما اتفاقا این هفته ما ایره عوض کرده بودیم به خاطر اینکه برنامه‌های فندزینگ داشتیم. در روزهای دوشنبه ساعت 4 برنامه استاد حسین خیل به نام دفاع از حدیث است که عرض معذرت سلام میگم به استاد و خانواده‌شان این تبریک میگم. و همچنین برنامه صحت و تندرستی از رونال جان رشید است که تشریف میارن و برنامه بسیار مفید و آموزنده و مورد استقبال خانواده عزیز است که انشالله که این برنامه همیشه مورد توجه است. و بعد از اون برنامه دکتر رجب علی است به نام فامیلی کمیونیتی این فوکس که برنامه بسیار جالبی است به زبان انگلیسی، بررسی های کارهای خانوادگی و فامیلی است. و در پایان هم برنامه جوانای عزیز ما که به نام ایمان نیوز یا ایمان اسپورت دارن که این برنامه نوی است که گاهی وقتا خبرها و بررسی های خبری را ارائه میکنن هم به زبان دری، مصاحبات سیاسی را میکنن همراه بزرگا و علما که هستن و برخی هم گاهی وقتا مسائل تقریبا سپورتی جوانای ما به زبان انگلیسی ملقا میکنن. یعنی یک مجموعی برنامه های تلویزیونی ایمان بود که ما خواستیم که در پلو از اون کلبت کلیپ ها، دعاها، از کار شبانگا، از کار صوبگان، آزان های پنج وقت و فرمودی شما خود بخش مثلا تمپلیت ها و بمپرهای زیبایی که در توسط جوانای ما ساخته میشین، همه کارهاییست که کار ساده نیست. یک تلویزیون داشت شما دکتر سب خودم این برنامه گزارای ما که برنامه خود که تهیه میکنن عزیز، یعنی بسیار وقت زیاد کار دارن، یعنی بسیار تلاش میکنن تا یک برنامه یک ساعته را خدمت شما تقدیم کنن که زحمات از این بزرگان قابل قدر است. و قدر زیاد سالان فکرش نکنین به هر برنامه، یعنی ساعتها اینا کار میکنن، ساعتها تا اون برنامه را چی به شکل زنده است یا به شکل پری ریکوردینگ به اصطلاح خدمت شما تقدیم میکنن که این قابل قدر است که اینا میفهمن که کمیونیتی مسلمان افغانی خود، کمیونیتی افغانی خود تقویت کنند و بتونن اندوخته هایی که دارن خدمت شما عزیزان قرار بدن. هدف سر از این تلویزیون، از این برنامه و از این پروگرام هاییست که ما بازم تکرار میکنیم که یک پروژه نان پرافیت، غیر انتفاعی، یک پروژه خدماتی و زمینی تقریبا نشان دادن یک بخش از هنر و استعداد جوانای ما. یعنی ما هدف ما ایست که یک تعداد جوانایی که اینجا کار میکنن در امی بخش کار تلویزیونی هم یک تخصص پیدا کنن. باور کنید حسن ابوبکر برادر ما که از اریتراس، یعنی میای با شوق اینجا همکاری میکنن و خاص به خاطر عشق که داره که میخواد یک کار خوبی از طریق میدیا پخش بگردن.
یا جوان های عزیز ما که شاید در گذشته های مسائل VT5 و 1 و VT5 2 مثلا مسائل تکنولوژی تلویزیونی آگاه نبودن، الحمدلله ما یک 10-12 جوان الحمدلله ما فعلا ترین کردیم در این مسئله که اینا میتونن یک پروژه بعدی باشه. شاید ما اوقدر در سلسله تلویزیون کار تلویزیونداری اوقدر موفق نبودیم که جوان های ما موفق بودن و در آینده یک بیس و اساس خوبی برای کارهای تلویزیونی و کارهای فرهنگی و کارهای تزیین کاری، یعنی کمی زیبا کاری، همین خود بک‌گراندی که شما میبینین یک زیباکاری تلویزیونی است که یعنی به یک شکل بسیار مقبول با خط زیبا نوشته میشه و یک تزیین کارهای تلویزیونی. و ما تلاش ما ایست، من بازم یعنی من باید از تیم کاری شما جناب ترین جان گل و همچنین جوانای عزیز که بازم تکرار میکنم همشان، از آمد جان تا یوسف جان تا قیس جان تا عارف جان تا عفیف جان که سفر بخیر باشه، ما یاد ما عفیف جان باید بگیم بله کابل است، این جوان ها واقعا یعنی یک کار بسیار بزرگی رو با امکانات کمی انجام میدن. شما اگر برین کمپیوترهای اکثر تلویزیون ها شاید بسیار پیشرفته باشه، از ما همون سیستم بسیار ابتدایی است، کامرای ما تقریبا یک کمک اوقدر امکانات چیز نداریم، ولی با وجود از این ایره با تمام قوت میگین که از لحاظ لوگوسازی، از لحاظ بمپرسازی، از لحاظ تمپلیت و نوشتجات شاید ما یک از زیباترین تلویزیون ها باشیم با امکانات کم خود، یعنی ما نمصرف میکنیم و در کمترین مصرف، چرا تمام کمک خواهرا و برادرای ما تعالی کردن ما همه قمی میکنیم که مصرف ستلایت میدیم و کرایه و موضوعات که هستن و اینقدر امکانات یا فندینگ پشت سر نداریم که ما یک نفر دقیقاً برو ادیتینگ کار کنه. واقعا اگر کار آقای ترین بیان کرده از خیر و از برکت و از خدا حفظ کنه خانوادش به خاطر یک خدمت و یک ذخیره برای خود کرده، واقعا ما صادقانه بگیم ما کدام یعنی معاملات پولی نه با نه حبیب جان از اینجا گرفتن نه من نه ترین جان و نه هیچ کدام از ما، فقط آمدیم که یک کار به جامعه خود انجام بدیم، یک خدمت خدماتی خوبه، یعنی به اصطلاح هم زیبا باشه هم تلویزیونی باشه و هم حتی نو موسیقی که در اینجا فعلا است الحمدلله، یعنی ما مخالف موسیقی هیچ یک از این اهل به اصطلاح چی میگن اهل موزیک خود نیستیم، ولی موسیقی های ما در این انتخاب میکنیم که به تیپ و روحیه اجتماع ما کاملا هماهنگ باشه، یا موسیقی راجع به وطن باشه، راجع به پدر باشه، راجع به خدا باشه، راجع به پیغمبر باشه، راجع به مادر باشه، راجع به محبت و به اصطلاح چیزهایی که باشه که ما انتظار داریم یک چیزی بیاموزیم. خیلی از این کادم لذت میبره در پلی یک چیزی یادم بیاد. یک شعر که یکی از جوانای افغان ما میخونه مثلا هنوزم بوی چادر تو در مشام من است، نه اینقدر واقعا همین شعر که مادر خوانده شده اینقدر زیباست، مثلا دم خوشم میاد، یا مثلا همین عیز ما جانان وطن مثلا خود اول میدین آدم اینا رو لذت میبره، شعرا و موسیقی دانا و افغانستان هم اکثریت موسیقی رو مشخصه میدیدیم یا میشنیدیم بسیار موسیقی سالم بود و تا امروز خاطرات از اون برای مادران و یه جوه فراموش نمیشه، اما اگه متوجه موسیقی فیلی شوید کمتر در یادت هم میمونه. خب موسیقی فیلی بیشتر شما الحمدلله باز بیشتر در این چیز هستیم که یکان کارها را گاهی بلد هستیم، واقعیت مسئله است که اینا بیشتر پیکچر رقص، یعنی صدا اوقدر زیاد مردم متوجه نمیشن صدای خوانده چطور است، یا حتی همو تون صدا یا ساوند یا همو مسائل چی میگن تنظیم کار که هسته به اصطلاح هنگش، ولی واقعیت مسئله است اکثر ذهن مردم میره به او حرکت هایی که چند خانم پشت صحنه یا چند مرد پشت صحنه نشان میده، یعنی وقت اگه اینا هم بخواهند مثلا همیره به شکل یک شکل مناسب مطابق فرهنگ و کلچر و انعنات خود انجام بدن، یعنی همه تلویزیون ها باید استقبال کنه و این باید ما به عنوان یک کار فرهنگی در جامعه خود قبول داریم به شرطی که یک چوکات اخلاقیات در او باشه و در این کار الحمدلله تلویزیون ایمان و به تمام معنا با قوت استاد است، ما هیچ بمپر ما یا هیچ کلیپ ما یا هیچ شارت کلیپ های ما بدون موسیقی نیست، شما نمیتونید از تلویزیون موسیقی رو بکشیم و بالاخره یک موزیکی داره، موزیکی که در چوکات است. امیدوارم خواهرها و برادر عزیز انشالله که در روزهای بابرکت باشه، اگر کسایی میخوان در این گفتگوی اید برنامه مخصوص اید با ما شرکت کنن ما به اونه هستیم، ما به یک امرای ترینجان بیان آمادیم که یک سلام و عرض ادب و یک تقدیر تبریکی به تمام خواهرها و برادرهایی که ما توانستیم به اونا توسط خط و نامه و ایمیل چی از طرف تلویزیون ایمان و چی از طرف مؤسسه اطفال جنگ زده که خواه اگه اونا تماس گرفته تونستیم یا نتوانستیم، از این طریق ما سلام و عرض ادب و عید برشان تبریک میگیم
و همچنین دوستا و عزیزایی که خواسته باشن اگر با ما همراه بشن صحبت‌هایشان رو میشنویم. ما یک دک پروگرام بسیار استثنایی مخصوص 45 دقیقه آمده بودیم و چون برنامه‌های ما رگولر میباشه و من امیدوارم که در روز شنبه ما بین ساعت‌های 3 تا 5 هم برنامه مخصوص عید خواهیم داشت که ان شاء الله بر... در روز دکتر صاحب شهاب جان مجدی، رونا جان رشید و جلال جان وایزی و مولانا صاحب شهید رحمانی وی اینا را یعنی جوان و بزرگ و خانم عمر ان شاء الله یک نشست عیدی می داشته باشن. یک نشست عیدی از جوانای خود داریم بله که به زبان انگلیسی البته صحبت میکنن بتنن هم خاطرات خود اینا بگویند که بله بله. چی برداشت کردن در طول سال از عیدی که ما شما تجربه ما در واقع روز شنبه رو به امین هم بخواست بخواستیم یعنی از ساعت 3 که میگیم یعنی تا ساعت 6 و 7 مخصوص عید تلویزیون ایمان است که انشالله یک مقدار شیرینی هم در این صفحه میگذاریم. ما یک مقدار شیرینی به اتاق دیگه داریم ولی ما ناچون دیگه تعداد خورنده زیاد نبودن گفتیم باشه باز این رو در روز شنبه یک تدارک که بیتر میبینیم اگر صحبتی داشته باشیم در غیر صحبت دیگه. ندارم بازم از بینیدگان عزیز یک نهایت تشکری میکنیم که تلویزیون ایمان همیش به اصطلاح در خانه هایتان و درجه بسته نکردید به اصطلاح پرده های برویتان باز است و شما قدردانی میکنیم تشکری میکنم همچنان از طرف مسیح خیلی اطفال جنگ زده از شما تشکری میکنم و از محبتی که نشان میدین به این مؤسسه از کمکایتان یک تشکری میکنم. مادر گفتنی ندارم دکتر. خداوند عید و روزگار خوش برای همه شما داشته باشه. خداوند شما را صحت و سلامت داشته باشه. خانواده های شما را خداوند در حفظ و امان خود داشته باشه. زندگی و سرمایه و مال شما را که در کارهای خیر انجام دادین در او برکت بیفزایه. خداوند طاعات و عبادات و روزی همه شما را مورد قبول قرار بده. تا برنامه‌های بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.